بچه ها امیدوارم عالی باشید اومدم با آموزش یقه دراپه با راحت ترین روش. برای الگوسازی این یقه زیبا ما نیاز داریم به الگوی بدون پنس، قسمت پشت که هیچ تغییری روش انجام نمیدیم. در قسمت جلوی الگومون خطوط کمر، سینه و کارا رو همینطور که میبینید برش میدیم و قسمت جلوی الگو رو میچسبونیم به دولای بسته پارچه. در قسمت بالای الگو رو همینطور که میبینید فاصله میدیم از لبه و عوضمان میدیم. حالا تا چقدر میتونیم ما عوضمان بدیم؟ ببینید اگر گوشه گردن فاصلش تا لبه پارچه، یعنی این مقدار، بیشتر از 25 سانت بود که یقه ما خیلی باز میشه، باید زیرش تاپ بپوشیم. اگه کمتر از 25 سانت بود که میفته روی خط سینه به بالا. سجاف این یقه سرخوده از همین خطی که رسم کردیم 20 سانت میریم بالا و یه مستطیل برای سجاف رسم میکنیم. برش قسمت پشت رو انجام میدیم. نکته ای نداره. برای قسمت جلو قسمت سرشانه رو با یک سانت زاپاس که میبریم. بعد از این خط این قسمت سجاف رو دولا میکنیم و از همون قسمت سرشانه که برش زدیم این تیکه اضافی رو هم اول علامت میزنیم بعد برش میدیم. چون این قسمت سجاف باید برگرده و وصل بشه به سرشانه که تکون نخوره. خب همینطور که میبینید این برش ها رو انجام دادیم. حالا این قسمت جلوی لباس از بازش میکنیم و سجاف رو به این صورت به سمت داخل میدیم. همطور که گفتم در قسمت سرشانه باید یه دوخت کوچیک انجام بدیم به فاصله نیم سانت از لبه پارچه به همین صورت. در دو طرف انجام میدیم که این سجاف دیگه فیکس بشه. در وسط پشت لباس رو دوختیم، یقه رو تمیز دوزی کردیم. اگه دوست دارین سجاف بدین، اگه نه که داخل بدید بدوزید. و قسمت جلوی لباس رو سرشانه به سرشانه پشت رو به روی هم قرار میدیم. به همین صورت سرشانه رو میدوزیم و میریم سراغ پهلوهای جلو و پشت رو هم روی هم فیکس میکنیم و دوختش رو انجام میدیم و آستین لباس رو هم وصل میکنیم و یقه دراپه ما کامل میشه. سعی کنید از پارچه های ریزشدار استفاده کنید که یقه تون قشنگ تر بشه. ممنون که حمایت میکنید.